سراسر خط خبرها. ادامه وضعیت امنیتی در شهرهای ایران. رئیس سازمان زندانها میگوید خانواده‌های بازداشتی‌ها به مراجع قضایی مراجعه کنند. محدودیت خبری در داخل، تهدید خانواده روزنامه‌نگاران خارج از کشور. با گذشت 10 روز از آغاز اعتراض‌ها در ایران، فضای اطلاع‌رسانی ناامن است. حمله به خودروی سازمان ملل در کابل، 1 کارمند این سازمان کشته و 5 نفر دیگر مجروح شدند. و ادامه دعوا بر سر بازشماری آرای انتخابات افغانستان. کمیسیون انتخابات برای مقابله با اعتراض‌ها از دولت کمک خواست. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. در ایران جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید اعتراض‌های اخیر توطئه بزرگی بود ولی 48 ساعته مهار شد. هنوز آمار دقیقی از شمار کشته شدگان در دست نیست. رئیس سازمان زندان‌ها گفته خانواده‌ها برای اطلاع از وضعیت بازداشت‌شده‌ها باید به مراجع قضایی مراجعه کنند. اینترنت خانگی در ایران وصل شده ولی اینترنت موبایل همچنان قطع است. فرین حسین گزارش می‌دهد. تصاویری از حضور گسترده نیروهای امنیتی در اصفهان در روزهای گذشته. این تصویر امروز به دست بی بی سی فارسی رسیده. نیروهای انتظامی و لباس شخصی معترضان را عقب می‌رانند. معترضان اما همچنان شعار می‌دهند. سرنوشت بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران همچنان نامعلوم است. علی اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها گفته خانواده‌ها برای اطلاع گرفتن از وضعیت بازداشت شدگان باید به مراجع قضایی مراجعه کنند. او گفته درباره افراد آزاد شده در روزهای آینده اطلاع رسانی خواهد شد. هیچ آمار دقیقی درباره تعداد بازداشت شده‌ها در دست نیست. علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه اعتراض‌های چند روز گذشته در ایران را توطئه بزرگ خوانده و گفته در 48 ساعت جمع شده و دنیا نمی‌تواند تصور کند که چطور در این مدت کوتاه جمع شد. در این اعتراض‌ها خیلی از مردم در حالی که فاصله 1 متری و 1.5 متری از پشت به آنها شلیک شده کشته شدند و این یعنی گلوله از میان خودشان شلیک شده. اشرار با کلت‌های خفیف از پشت مردم را می‌کشتند و این قطعاً برای مردم تشریح خواهد شد. شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح هم گفته ممکن است در اعتراض‌های اخیر کسی به صورت عبوری لطمه‌ای خورده باشد که این اتفاق به گفته او در جنگ‌های شهری طبیعی است. جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستان کل هم کشورهای عربی را در اعتراض‌های اخیر مقصر دانست و گفت سه پایگاه آلبانی، عربستان و سلطنت طلبان نقش مستقیم در هدایت اعتراض‌ها داشتند. اگر از قبل فضای مجازی ساماندهی شده بود، نیاز به محدودیت اینترنت نبود و اگر شبکه ملی اطلاعات برقرار شده بود، با قطع اینترنت جهانی این همه مشکل برای بخش خصوصی و مردم ایجاد نشده بود. استاندار کرمانشاه هم معترضان را وابسته به گروه‌های پژاک، داعش و مجاهدین خلق دانسته و گفته همه آنها شناسایی شدند. از زمان آغاز اعتراض‌ها در ایران، مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی معترضان را اغتشاشگر و عامل ناامنی، عجیر شده، شرور، دشمن خارجی و تحت سلطه آمریکا و اسرائیل خواندند. همزمان احمد مازنی عضو فراکسیون امید مجلس و نماینده تهران از طرح استیضاح وزیر کشور خبر داده و گفته عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور رئیس شورای امنیت کشور است و به جای پیشبینی و پیشگیری احتمالی تازه بعد از وقوع حوادث وارد میدان شده که نتیجه آن خونریزی و بازداشت تعداد زیادی از معترضان و زندانی شدن و مجروح شدن آنهاست. فراکسیون امید مجلس ایران هم نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای نوشته و اعلام کرده که باید در برخورد با اعتراض‌ها تدبیر بیشتری صورت می‌گرفت. تعدادی از نمایندگان مجلس هم از نامه رئیس قوه قضاییه به حسن روحانی خبر داده و گفتند که ابراهیم رئیسی در این نامه گفته بود با اجرای طرح افزایش قیمت بنزین بدون رضایت مردم مخالف است. آقای رئیسی که یکی از 3 تصمیم‌گیرنده در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 3 قوه درباره افزایش قیمت بنزین بود، پیش از این هم از نحوه اجرای این طرح انتقاد کرده و گفته بود افزایش قیمت بنزین باید به تدریج و طی 5 سال انجام می‌گرفت. از زمان آغاز اعتراض‌ها اینترنت در ایران قطع شده.
با اینکه از دیروز اینترنت خانگی در شهرهای مختلف وصل شد، اینترنت اپراتورهای موبایل در ایران همچنان قطع است. فرین آسمی، بی بی سی. در نسخه قبلی گزارشی که الان دیدید، تک ویدیویی از سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران پخش شده بود که باید توضیح بدم که مربوط به سالهای قبل بوده. اما برای صحبت بیشتر در این باره، مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان با ماست. آقای مهدوی آزاد، شما چطور ارزیابی میکنی سخنان جانشین فرمانده سپاه پاسداران رو که میگه که اعتراضهای اخیر توطئه بزرگی بوده ولی 48 ساعته مهار شد؟ میدونید در بازبینی وقایع مربوط به انقلاب 57 تقریبا اغلب کارشناسان متفقند که ماجرای 17 شهریور 1357 که میگن جبهه سیاه در واقع یک نقطه عطف بود. تاریخدانان مثل ابراهامیان خیلی روشن میگن نحوه واکنش اون حکومت در واقع جای امیدی دیگه برای تغییر باقی نگذاشت، بخش‌های مختلفی از جامعه رو همصدا کرد. میخوام بگم واکنش حکومت‌ها به تحولات در واقع بعضی وقتا برعکس اون چیزی که تصور میکنن تأثیرات خیلی بزرگی داره و تاریخ ساز و نقطه عطفه. من مجموعه حرفای مقامات ایرانی رو که میبینم، از حالا سردار سلامی گرفته تا سایر روحانیون مقاماتی که حرف زدن، فکر میکنم که این یک نقطه عطفه در تاریخ جمهوری اسلامی. مهمترین مشخصش هم این هست که مسئولیت پذیر نمیخوان باشن، یعنی این روایت قالب مشترک که همه این عوامل مزدوران اجاره‌ای بودن، اصلا توشون مردم نیست، اصلا مردم ناراضی نیستن، اصلا همه چی گل و بلبل، حتی در حد کوچیک هم نمیخوان مسئولیت پذیر باشن. یعنی اگر میگویند که همه این عوامل معترض عوامل اجاره‌ای بودن، سوال این هستش که کدوم سرویس اطلاعاتی، کدوم کشوری تونسته این ارتش رو وارد ایران بکنه که همزمان 100 تا شهر کشور رو در واقع به اغتشاش بکشونن یا به آشوب بکشونن، به قول خودشون 1000 تا بانک رو در 24 ساعت آتیش بزنن. پس دستگاه اطلاعاتی کجا بودن؟ حتی این رو هم نمیخوان پاسخ بدن. یا اگر شما ازشون بپرسید که خیلی خب فرض کنیم ادعای شما درست باشه، همه معترضین همشون اوباش بودن، چه شد که جمهوری اسلامی که قرار بود زندانهاش هم دانشگاه باشه، صدا و سیماش هم دانشگاه باشه، اینقدر اوباش و اراذل به گفته شما تولید کرده؟ حتی این رو هم نمیخوام بپذیرم. من فکر میکنم این تصمیم نهایی حکومت هست، در واقع ما پیدا کردن یک مقصر که اون مقصر حتما خودش نیست، انداختن تقصیر گردن رسانه ها، کشورهای بیگانه. و خب این میدونید این مسئله تبدیل میکنه به این ماجرا آتش زیر خاکستر، نه آتش زیر خاکستر، بدتر از اون، تبدیل میکنه به یک نقطه عطف که واقعیت نستش که همه آدمهای مثل من این روزها خیلی نگران کرده. یه مسئله دیگه که باعث نگرانیه مسئله بازداشت شده ها هست که شمارشون هم کم نیست. بعضی از مقام ها گفتن اینا اعتراف کردن با توجه به اینکه خب نگذشته زیاد از زمان دستگیری این افراد، و داستان کل ایران گفته هیچ خط قرمزی در برخورد باشون وجود نداره، امکان گریز و فرار هم ندارن. این نگرانی هست که امکان داره که حوادثی که قبلا برای بازداشتی ها در دوره های قبل اعتراض ها به وجود اومد دوباره اتفاق بیفته. ببینید یک زمانی در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای اواخر دهه 70 مشخص شد که وزارت اطلاعات ایران علاوه بر اینکه بعضی وقتا دیگر اندیشان رو حذف می‌کرده، یه برنامه مفصلی داشته در مورد حزب اوباش یا گندلات‌های جنوب تهران. اوباش کلمه درستی نیست، گندلات‌های جنوب تهران. اگر برداشت مرکزیت ساختار امنیتی ایران این باشه، کسانی که این کار رو کردن اینها در واقع همون اوباش یا گندلات‌ها بودن، اون موقع احتمال داره که چنین برنامه‌ای دوباره تکرار بشه، یعنی با هدف گرفتن زهر چشم در واقع موج بزرگی از اعدام آنچنان که میگویند برخوردهای سنگین رو رقم بزنن. متأ این روی سکه رو من میدونم، من میبینم که سال 96 هم همین خط و نشون‌ها کشیده شد، در نهایت اتفاق خاصی نیفتاد، یا سال 88 هم همین بود، جز چند مورد، دو سه مورد اعدام وارد این بازی نشدن. به هر حال ساختار جمهوری اسلامی خیلی خیلی پیچیده است. اون بخشایی از حکومت که ریشه 40 ساله دارن، سیاستشون از نصر به رب مشتاقانینه، فکر میکنن همه چیز رو به قول حسن روحانی همه چیز رو با اعدام میتونن حل کنن، همون بخشا در مقابلشون کسای دیگه‌ای هستن که نه سر لزوما انسان دوستی، بلکه میفهمن اینها کینه ها رو عمیق‌تر میکنه. میفهمن که سال 96 5 روز طول کشید که 100 تا شهر در واقع دچار اعتراضات شد، امشب این بار در 24 ساعت و میفهمن که ممکن هست دفعه بعد در 10 ساعت اتفاق بیفته و تمام کشور رو در واقع فرا بگیره. برای من فکر میکنم که همچنان ممکن هست بعد از این مرحله رجزخانی، بعد از این مرحله که از این امثال آقای محمد جعفر منتظری و غیره ما انتظار داریم، بخش های عاقل تر یا نسب عاقل تر حکومت وارد میدان بشن و با هدف در واقع تضمین صلاح و امنیت خودشون هم که شده تغییراتی در این سیاست اعمال بکنن.
خیلی ممنونم ازتون مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان با ما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در صفحه فارسی حساب خود در توییتر به وقایع اخیر ایران واکنش نشان داده. آقای نتانیاهو به نقل از فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا گفته رژیم ایران یک حمله دیگر تحریزی کرده. او همچنین با اشاره به سرکوب معترضان در ایران نوشته که رژیم ایران فقط به همسایگان خود و یا ما حمله نمی کند، بلکه به مردم خود نیز حمله می کند. آقای نتانیاهو همچنین از همه کشورهای جهان خواسته برای افزایش فشار علیه حکومت ایران متحد شوند. با وجود اعلام سازمان برنامه و بودجه درباره واریز یارانه معیشتی به حساب مردم، خبرگزاری‌های ایران می‌گویند این پول به حساب بسیاری واریز نشده. به گفته سازمان برنامه و بودجه این یارانه قرار بود در 3 مرحله تا دیروز به حساب 60 میلیون نفر شامل 18 میلیون خانوار واریز شود. همزمان وزارت رفاه ایران از بروز اختلال در شماره‌گیری کد دستوری طرح معیشتی خبر داده و گفته که این اختلال به زودی برطرف می‌شود. دادگاه انقلاب سام رجبی و عبدالرضا کوهپایی دو فعال بازداشتی محیط زیست را به 4 و 6 سال زندان محکوم کرده. 3 روز پیش نیز احکام 6 فعال دیگر محیط زیستی اعلام شده بود که هر یک به 6 تا 10 سال زندان محکوم شدند. به گفته مقام‌های قضایی ایران این احکام قائل تجدید نظر هستند. اتهام این فعالان محیط زیست همکاری با دولت‌های متخاصم عنوان شده. 10 روز بعد از آغاز نارامی ها در ایران از سانسور رسانه ها و روزنامه ها انتقاد شده. انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در بیانیه ای از آنچه ایجاد محدودیت خبری برای رسانه ها به نام توصیه و یا برگزاری جلسات توجیهی خوانده اعتراض کرده. همزمان فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران IFJ گزارش کرده که اعضای خانواده دست کم 12 روزنامه نگار رسانه های خارج از ایران احضار و تهدید شدند. فرنوش امیرشاهی در گزارشش نگاهی کرده به سانسور رسانه ها در 1 هفته گذشته. قلم شکسته و دهان بسته از او کاری ساخته نیست. نشکنیم قلم ها را به بهانه های واهی. این صحبت های حسن روحانی در جمع اهالی رسانه است 3 سال قبل. امنیت امروز برای ما اصل است، اما فکر نکنید تنها با تفنگ امنیت ساخته می شود و یا حفظ می شود. اما در اعتراض های اخیر دست روزنامه نگاران رسانه ها هم مثل اینترنت بسته بود و تفنگ ها به روی معترضان نشانه رفته بود. انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران در بیانیه ای از اعمال محدودیت بر رسانه های رسمی به نام توصیه به آنها و برگزاری جلسه های توجیهی خبر داده بود. روزنامه همشهری هم در گزارشی با تیتر رسانه ها خالی از صدای مردم، پوشش خبری 10 روزنامه اصلی در طول 1 هفته اعتراض ها را بررسی کرده و نوشته هیچ کدام از این روزنامه ها عکسی اختصاصی از اعتراضات مردمی نداشتند. اگر تصویری بوده، تنها مربوط به آتش زدن اتوبوس و بانک و با محوریت اغتشاش و آشوب بود. هیچ خبرنگاری به مناطقی که بیشترین تجمعات را داشته برای تهیه گزارش نرفته. بسم الله الرحمن الرحیم. به جز این حتی رادیو تلویزیون رسمی هم چندان مجاز به گزارش آنچه که معترضان میگفتند و میخواستند نبود. در موضوعات حساس مردم بلافاصله در تلویزیون دنبال اصل خبر میگردند، ولی رسانه ملی گاه مجوز پوشش بلافاصله خبر را ندارد، به خصوص وقتی بوی تجمع و تظاهرات اعتراض آمیز میدهد. در چنین شرایطی رسانه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی صدای مردم نبودند. حتی طرح‌های کارتونیست‌ها هم مثل این 2 مورد به تیغ سانسور گرفتار شدند و سر از شبکه‌های اجتماعی درآوردند. این کارتون هم جایی در روزنامه‌ها نداشت. هرچند در مقابل بعضی روزنامه نگاران از نحوه کار رسانه ها دفاع کردند. میگویند با وجود محدودیت های سنگین بر سر رسانه ها تلاش کردند سانسور، توقیف و بازداشت را دور بزنند. شاید امکانات نداشتیم و بنیه روزنامه نگاری ما ضعیف بود و البته رد نمی کنیم که شاید خود سانسوری بر ما غلبه کرد، اما منفعل نبودیم. در دل آنقدر کلمه ها و جمله ها را جابجا کردیم و خون دل خوردیم تا باشیم و بنویسیم.
اما مدیر مسئول روزنامه شرق نظر دیگری دارد. ما رسانه‌های داخلیمون رو از در حقیقت هستی ساقط کردیم و از فاضیت انداختیم و بعدم میگیم که خب حالا چرا مردم نظرشون و جهتشون سمت رسانه‌های برون‌مرزیه. سرخط خبرها. در شرایط حبس رسانه‌ها و قطع اینترنت، رسانه‌های خارج از ایران بیشتر دیده شدند، ولی این دیده شدن بی هزینه نبود. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در بیانیه اعلام کرده که دست کم 10 نفر از روزنامه‌نگاران رسانه‌های خارج از ایران به آنها گفتند خانواده‌هایشان احضار و یا تهدید شدند. در یک مورد یکی از اعضای خانواده آنها در خیابان بازداشت شده. جریان قالبی در بین حاکمیت هست که تحلیل درستی نسبت به وضعیت رسانه‌ها و کلاً گردش آزادی اطلاعات در کشور نداره و همین جریان در همه زمان‌ها تلاش کرده که جریان اطلاع رسانی رو در کشور مسدود کند. اعتراض‌های فراگیر به تدریج جمع شد، اما این بار خبری از فراگیری فعالیت رسانه‌های داخل ایران نبود. حاکمیت با استفاده از تجربه‌های قبلی برای مهار رسانه‌ها شمشیر را از رو بسته بود. با این وجود هیچ کدام از اقدامات محدودکننده خبر را حبس نکرد. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. در ادامه فشارهایی که به روزنامه‌نگارها اومده، شبکه خبری ایران اینترنشنال گفته که وزارت اطلاعات ایران اعضای خانواده گروهی از همکاران این مؤسسه را در ایران آزار و اذیت کردند. این شبکه در بیانیه این اقدام را غیرقانونی و غیر انسانی خوانده و گفته که این موضوع را از طریق نهادهای بین‌المللی دنبال خواهد کرد. از طرف ایران اینترنشنال آرمین خامه از سردبیران این تلویزیون اینجا با ما هستند. آقای خامه، گستره و نوع فشاری که به همکاران شما در ایران اینترنشنال اومده این بار به چه صورت بوده؟ بله، از روزی که به هر جهت پوشش ما از این اعتراضات اخیر شروع شد و بلافاصله بعد از اینکه حکومت به دنبال این بود که فضای اطلاع رسانی رو محدود کنه، یکی از ترفندها و راهکارهایی که داشت در حقیقت اعمال فشار و تهدید خانواده‌های روزنامه‌نگارانی بودند که با ایران اینترنشنال همکاری می‌کنند. به صورت خاص در تهران و شهرهای مختلف چند نفر از خانواده‌های چند نفر از روزنامه‌نگاران احضار شدند به وزارت اطلاعات و نهادهای دیگه امنیتی و به صورت خاص اینها به دنبال این بودند که این خانواده‌ها رو تهدید کنند که به فرزندانشون، به وابستگانشون که در ایران اینترنشنال کار میکنن تماس بگیرن و از اونا بخوان که هرچه سریعتر همکاریشون رو قطع کنن و به صورت خاص تهدید کرده بودن که اگر این همکاری قطع نشه در انگلستان و در کشورهای دیگری که کار میکنن به دنبال این روزنامه‌نگاران خواهند رفت و براشون مشکل ایجاد خواهند کرد. البته دفعه اول نیست، در موارد دیگه هم البته با دامنه بسیار کمتری این کار صورت گرفته بود در مورد پوشش‌های خبری دیگه‌ای که داشتیم، ولی به هر جهت این دفعه با توجه به وسعت این اعتراضات و حجم وسیعی که اهمیت گردش اطلاعات آزاد داشت و به خصوص تلاش‌هایی کردن با بستن اینترنت و تمام محدودیت ایجاد کردن، به نظر میرسه که به دنبال این بودن که این فشارها رو بیشتر کنن، تهدید بیشتری بکنن و تا اونجایی که امکان دارن این گردش آزاد اطلاعات رو محدود کنن. و خودتون میدونید، در گزارشتون هم که اشاره کردید، در داخل فضا به شدت بسته بود، رسانه‌های محدودی هم که وجود دارن نمیتونستن این اخبار رو پوشش بدن و تنها صدایی که وجود داشت رسانه‌های خارج از کشور بودن. در بیانیه‌تون اومده که قراره که اینا از طریق نهادهای بین‌المللی پیگیری کنید. تا الان ایران اینترنشنال چه اقدامی کرده و از این به بعد چه کارهایی رو در نظر دارید؟ بله، همتون همینطور است. ما وکلای ایران اینترنشنال به دنیا به دنبال این قضیه هستن و به دنبال اینکه در حقیقت شکایت کنن از مراجع بین المللی که وجود داره، از سازمان ملل گرفته، اتحادیه اروپا و تمام نهادهای حقوق بشری که وجود داره دنبال کنن، چون مشخصه در حقیقت آزادی بیان و گردش اطلاعات حق تک تک شهروندان ایرانی است و دانستن
حق اونهاست، این هست مهم است که بدونن چه میگذره در این چند روزه، چه گذشته، چه دستگاه سرکوب حکومت به چه گونه برخورد کرده، چه داد بازداشت شدن، چه کشته شدن، زخمی شدن. و ایران اینترنشنال مانند تمام رسانه هایی که در خارج از کشور فعالیت میکنن به دنبال این هست، مصمم هست که این اطلاع رسانی رو ادامه بده، علاوه بر شکایت و پیگیری حقوقی. اون چیزی که به هر جهت ما مصر هستیم و ادامه خواهیم داشت این بود که اطلاع رسانی کنیم، آگاهی رسانی کنیم و از این مرعوب این تهدیدها نشیم و تا اونجایی که میتونیم با تمام محدودیت هایی که وجود داره صدایی باشیم برای مردمی که در ایران هستن و خواستهاشون رو، نیازهاشون رو منتقل کنیم به مخاطبان ایرانی و همچنین به جهان. خیلی ممنونم ازتون. آرمین خامه از سردبیران تلویزیون ایران اینترنشنال. یک کارمند سازمان ملل متحد امشب در اثر پرتاب یک بمب دستی به سمت خودروی او در کابل کشته شد. وزارت داخله افغانستان این رویداد را تایید کرده و گفته که شماری نیز در این حمله زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. همکارم علی حسینی از کابل با ماست. علی، چی میدونیم از این حادثه؟ اطلاعاتی که فعلا در دست داریم اطلاعات چندان زیادی نیست، اما میدونیم که فردی که کشته شده کارمند برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد UNDP بوده. حمله حوالی ساعت 6 به وقت کابل بوده و حمله کننده بمب دستی و نارنجک را روی سقف موتر ضد گلوله‌ای که این افراد در حال رفتن بودن و در حال سفر بودن پرتاب کرده و انفجار کرده. طبیعی شهروند خارجی هم که فعلا میدونیم نام برده شده، گفتن که هندی است و یک شهروند ژاپنی هم که احتمالاً مشاور بوده زخمی شدن، همراه راننده این موتر زخمی شدن و کارمندان بخشی بودن که با یک بخشی از وزارت داخله افغانستان همکاری داشتن. همچنین این حمله تقریبا بعد از مدت آرامش در شهر کابل صورت میگیره و تبعات حملات به کارمندان و نهادهای بین المللی تبعات جدی میتونه برای دولت افغانستان، برای مردم افغانستان داشته باشه، چرا که در برخی موارد دیده شده که این نهادها فعالیت‌های خود را به خاطر ناامنی متوقف کردن. همچنین مواردی بود در گذشته صلیب سرخ بارها فعالیت‌هایش را در افغانستان به دلیل حمله به این نهاد و کارمندانش متوقف کرده بود. ممنونم ازت علی حسینی از کابل با ما. با ادامه اعتراض‌ها در عراق، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفری غیرمنتظره به آن کشور رفته. او ضمن دیدار با رهبران کرد بر حمایت واشنگتن از آنها تاکید کرده. آقای پنس به خبرنگاران گفته عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در گفتگوی تلفنی به او اطمینان داده تا در برابر معترضان از خشونت و هر شکل از سرکوب که هم اکنون در ایران شاهدش هستیم پرهیز کند. گفته می‌شود آقای پنس از نخست وزیر عراق خواسته از ایران فاصله بگیرد. همزمان منابع خبری در جنوب عراق از کشته شدن دست کم 6 نفر و مجروح شدن 50 نفر در جریان اعتراض‌های ضد دولتی در شهرهای ناصریه، کربلا و بندر ام قصر خبر دادند. وزیر دفاع فرانسه از آمریکا به خاطر بی پاسخ گذاشتن حمله‌های ماه‌های گذشته در خلیج فارس انتقاد کرده. فلورنس پارلی گفته وقتی به اصابت مین به کشتی‌ها پاسخ داده نشد، یک پهپاد سرنگون شد و زمانی هم که به آن حمله پاسخ ندادند، به تأسیسات عمده نفتی حمله شد. خانم پارلی همچنین گفته فرانسه در پی راه‌اندازی یک سازوکار اروپایی برای حفاظت از امنیت کشتیرانی در منطقه خلیج فارس است. او علت این تصمیم را کمرنگ شدن حضور آمریکا خوانده. رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان خواستار همکاری حکومت برای حل معضل بازشماری آرا در 7 ولایت شده. حوا علم نورستانی گفته که کمیسیون انتخابات برای جلوگیری از خشونت‌های احتمالی در بازشماری آرا محتاطانه عمل می‌کند. در همین حال اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان وعده بی‌طرفی در موضوع انتخابات را داده، اما گفته که نیروهای امنیتی اجازه نخواهند داد اختلافات در مورد مسائل انتخاباتی به خشونت کشیده شود. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد. آخرین مراحل بازشماری آرا برای اعلام نتایج ابتدایی انتخابات. کمیسیون انتخابات می‌گوید کار در اکثر محلات قابل بررسی تکمیل شده و تاکنون آرای بیش از 1100 محل رأی پس از بازشماری باطل اعلام شده.
دست کم آرای 25 ولایت پس از تفتیش و بازشماری به دفتر مرکزی کمیسیون منتقل شده و حالا ثبت بانک اطلاعاتی کمیسیون میشه. تقریبا بیشترین آرای انتخاب. اما خبری از بیش از 1300 محل رای دهی که شامل 7 ولایت میشه هنوز نیست، به دلیل اعتراض‌های جاری از سوی برخی ستادهای انتخاباتی از این روند. خیمه اعتراض در تخار. تلاش‌های گوناگون معترضان برای مسدود کردن ورودی کمیسیون. حدود 2 هفته است که این مخالفت‌ها در 7 ولایت کار بازشماری را با تأخیر مواجه کرده. هواخوان تیم ثبات و همگرایی هیچ موردی را حریف این اعتراض‌ها نمی‌دانند. اگر نیروهای امنیتی بخواهند که با توسل به زور بکنند و خیمه تحصن ما را ببردارند، تمامی گزینه‌ها زیر روی دست ماست. ما هیچ وقت و به هیچ صورت اجازه نخواهیم داد. امشب هم پلان داشتند که از قوه زور، توپ، تانک، قطعات خاص بر علیه از اینا بیان اقدام بکنند. خوشبختانه مردم استقامت کردند. حالا کمیسیون انتخابات برای رفع این مشکل و اعلام هرچه زودتر نتایج از حکومت تقاضای کمک کرده. ارگانه امنیتی هم باید به حفظ استقلالیت خود و از پروسی انتخابات باید حمایت بکنن و تمام ولایتی که باقی مانده با شماری باید اونجا انجام شوه تا ما بتانیم نتیجه ابتدایی را بر مردم افغانستان اعلام کنیم. خشونت به هیچ وجه. وزارت دفاع از وقوع خشونت در این روند هشدار داده. به هیچ خشونت، به هیچ نوش که زندگی مردم افغانستان مختل بسازه اجازه نمیده. با وجود این هشدارها تا کنون نیروهای امنیتی دخالتی در این روند نداشتند. اما ظاهراً کمیسیون حالا 2 راه حل دارد. اعلام نتایج ابتدایی بدون بازشماری آرای بیش از 1300 محل یا مقاومت در برابر معترضان برای ادامه بازشماری در 7 ولایت. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.